چطور بعضی با عقد در این مملکت خراب پول در میارن؟ به همراه معرفی فواید غیر مالی که عقد و ازدواج براشون به همراه داره. عقد و ازدواج سوری فواید و مذراتش. عقد سوری یعنی عقد علکی عقدی که ظاهرا همه چی رواله و قانونی و ثبت در دفاتر اسناد رسمی و غیر زالک ولی باطنن با هدف دستیابی به مقاصدی دختر پسر با هم عقد و ازدواج میکنن و همین که به اون هدف رسیدن از هم جدا میشن و این وسط یه پولی هم بینشون بابت حق و زحمه رد و بدل میشه بعضی دخترها با هدف کنکور ازدواج سوری انجام میدن چطور دختر میره با پسری که مثلا در پلیس یا هر جا دچار جانبازی شده و سهمیه جانبازی داره ازدواج میکنه تا از 5 درصد سهمیه کنکور ایثارگران بهره مند بشه همچنین از سهمیه کنکور بهزیستی که ازدواج این دختر با معلولان نابینا ناشنوا نیمه بینا نیمه شنوا و معلولین جسمی حرکتی براش به همراه داره که این سهمیه کنکور بهزیستی همون سهمیه منطقه 3 سه هستش به این صورت که چون امکانات منطقه 3 نسبت به مناطق 1 و 2 و کمتره یه سهمیه توی کنکور داره که افراد معلول و همسرانشون حتی اگه تو تهران زندگی کنن این سهمیه بهشون تعلق میگیره و منطقه سه محسوب خواهند شد تا فقط با افراد منطقه سه رقابت کنن و رتبه و قبولیشون بهتر بشه هدف بعدی ازدواج سوری گرفتن وام ازدواج ناقلاهای باهوش ایرانی عقد میکنن عقدنامه رو میبرن بانک و مراجع مربوطه نشون میدن برای دریافت وام وامو میگیرن میزنن به زخم زندگی و کار و بعد طلاق مبلغ وام ازدواج چون معمولا بالاتر از سایر وام هاست و دنگ و فنگ وام های معمولی رو نداره باعث میشه دخترای مجرد هوسی بشن و دلشون بخواد عقد رسمی داشته باشن تا وام بهشون تعلق بگیره ولی با توافق قبلی با یه پسر که بعد از دریافت وام از هم طلاق بگیرن بعد از اینکه وامو گرفتن درخواست طلاق میدن و ادعای باکره بودن دختر مطرح میشه ارسال میشن پزشکی قانونی و اثبات میشه دختر باکره است و به این ترتیب مجوز پاک شدن نام هم همسر از شناسنامه هم براشون صادر میشه به همین سادگی هم وام گرفتن هم هیچ ردی در اسناد قانونی مبنی بر ازدواج کردنشون هم باقی نمیمونه خیلی زیبا نه خانی اومده نه خانی رفته چون نحوه خرج شدن وام ازدواج نظارتی روش نیست مثلا برای خرید جهیزیه یا جشن عروسی یا رهن خونه و همینطور چون ربایی که بابت وام ازدواج میگیرن درصدش خیلی کمتر از ربای سایر وام هاست این روش زیاد شده یه مورد دیگه هم اینه که 20 سال زن و شوهرن ولی یه روز تصمیم میگیرن وام ازدواج بگیرن میرن طلاق میگیرن بعد از مدتی دوباره ازدواج میکنن تا بتونن وام ازدواج که تا حالا نگرفته بودن رو بگیرن مورد بعدی اینه که مرد زنشو سه بار طلاق داده ولی دوباره میخوان با هم ازدواج کنن و چون ازدواج زن سه طلاقه با شوهر قبلی حرام و غیر قانونیه مگر اینکه با یکی دیگه ازدواج کنه و طلاق بگیره به این ترتیب به یکی پول میدن که بیاد عقد سوری کنه زنه رو و بعد طلاقش بده تا دو دوباره بتونن این زن و شوهر اول با هم ازدواج کنن در حالی که این مسئله فرار از قانون و حکم شرعیه و عقد صورت گرفته باطله یکی از راه های گرفتن اقامت دائم در بعضی کشورها ازدواج با تبعیه اون کشوره پسر یا دختر ایرانی میره خارج از کشور با یه فرد اونجا ازدواج میکنه تا بتونه اقامت دائم بگیره و وقتی که اقامت دائم گرفت از هم جدا میشن و این وسط یه پولی هم تحت عنوان حق و زحمه به طرف خارجی داده میشه البته بعضی هم که مقیم این کشورها هستند کارشون همینه شغلشون ازدواج سوریه پول میگیرن با فرد ازدواج میکنن و بعد که بحث اقامت دائمش جور شد طلاق میگیرن تا چند سال بحث قیم خارجی توسط بازرس های مربوطه در اون کشور کنترل میشه تا اثبات بشه ازدواج سوری با اهداف خاص انجام نشده و این یعنی چند سال زندگی با فرد مد نظر خارجی و مشکلات و خطرات بی پایانش برای گرفتن اقامت دائم آقا سنش بالاست و است و بازنشستگی میگیره و زن نداره یه خانم جوانتر برای اینکه بتونه از بیمه و بازنشستگی این آقا بعد از فوتش به عنوان زن قانونیش بهرهمند بشه میاد باهاش ازدواج سوری میکنه این زن باید منتظر مردن شوهرش باشه تا به حقوق مالی که هدفش بوده برسه فردی از اعضای فامیل یا خانواده طرف وصیت کرده به همه افراد متعهل خانواده یا فامیل یا به بچه های متعهل فلانی اینقدر ارسیه برسه چون شرط تعهل در این گونه ارسیه ها قرار داده شده فردی که مجرده ولی یکی از مخاطبین ارسی است میاد ازدواج سوری انجام میده ارث که گرفت طلاق یه مورد خیلی ذاتانه هم ازدواج اجباری سوریه دختر برای گرفتن وام توسط والدینش صورت میپذیره بابا ننه دخترشون رو بغد سوری کسی در میارن که بتونن وام ازدواج بگیرن و بعد که وامو گرفتن یه پولی میذارن کف دست پسره و ازش طلاق میگیرن شاید پدر مادر دختره به یکی بدهکار هم باشن و طرف مهلت نمیده به این طلبکار میگن بیا دخترمون رو عقد سوری کن بتونیم وام ازدواج بگیریم واسهش قرض تو بدیم این کودک همسری هایی که دختر بچه با مرد سمبالا ازدواج میکنه و اخیرا خیلی زیاد شده هم یکی از مهمترین دلایلش همینه بحث وام ازدواج این پدر مادرها و این جور طلبکارها رو باید از باسن دار زد فروش وام هم یکی دیگه از این روش هاست. یکی ازدواج سوری میکنه وام ازدواج بهش میرسه می میاد وام و به ازای 30 تا 40 میلیون تومان به یه زوج جوان که برای دریافت وام عجله دارن و نمیتونن صبر کنن تا نوبتشون بشه میفروشه و مابقی هرچی موند رو میده دست عروس و داماد تمام اقساط از کل مبلغ هم توسط همین عروس و داماد عجول پرداخت خواهد شد در خرید و فروش وام بحث فوری بودن نیاز خریدار به مبلغ وام مطرحه بعضی مشاغل استخدامیشون به شرط متأهل بودنه برای استخدام شدن میان ازدواج سوری میکنن اقنامه رو میبرن اونجا استخدام که شدن طلاق میگیرن محل خدمت سربازهای متعهل و نزدیک شهر سکونتشون قرار میدن به این ترتیب سرباز مجرد میاد ازدواج سوری میکنه تا بتونه نزدیک شهرش بیفته و بعدش طلاق میگیره بعضیا به خاطر پوز دادن به دخترای فامیل یا نشون دادن اینکه من خیلی خواستنی و کلی خواستگار دارم یا رهایی از تمسخرهای فامیل که میگن تا حالا مجرد موندی و ترشیدی به یکی پول میدن که بیاد خواستگاری و باشون عقد و ازدواج کنه به شکل و توافقی تا بعدش از هم طلاق بگیرن اینا دیگه نوبرن بعضی از دخترها هم در خانواده خشن و سختگیر زندگی میکنن و برای اینکه از دست خانواده راحت بشن میان ازدواج سوری میکنن و بعدش طلاق میگیرن تا آزادی که دنبالش بودن رو به دست بیارن و مستقل زندگی کنن و هر کاری که دلشون خاص انجام بدن ازدواج سوری مشمول ماده 190 قانون مدنی میشه که گفته برای صحت انجام هر معامله چهار شرط اساسی لازمه که یکیش قصد و رضایت طرفینه یعنی نیت طرف باید ازدواج باشه و چون نیتش این نیست عقد باطله و اگه رابطه زناشویی هم انجام شده باشه در حکم زناست و در صورتی که در دادگاه سوری بودن عقد اثبات بشه علاوه بر مجازات برای دور زدن قانون مجازات هایی هم که در قانون برای زنا در نظر گرفته شده به خاطر رابطه زناشویی اتفاق افتاده بین این دختر پسر سوری ازدواج کرده تعیین و اجرا خواهد شد طبق ماده 195 قانون مدنی هم افرادی که نیتشون ندارن یا در موقعیت خواب بیهوشی مستی و جنون قراردادی و منعقد میکنن معاملهشون باطله دوستان عزیز تا پول کشور ریال به ازای دلار نرخش ثابت نمونه گندکاری های این چنینی تمامی نداره برای ثابت موندن ارزش پول کشور راهی جز اون چه در این ویدیو گفته شد وجود نداره هر رئیس جمهوری هم که بیاد همین خواهد بود که هست